میدادی چطور میشد؟ این همه آدم روی کره زمین خلق میکنی، یکیشان به من مرحمت میکردی. 10 سال از عروسی ما میگذری، من بدبخت فقط باید صدای بچه همسایه رو بشنوم. آخه منم دلم بچه میخواد، منم دلم میخواد بچم هر شب برام گریه کنی، بلند شم شیرش بدم، منو مامان صدا کنی. آخه من چرا نباید بچه دار بشم؟ من چرا نباید بچه دار بشم؟ چرا؟ چی بود؟ من بچه میخوام. دم سوی بچه از کجا بیارم؟ این همه مردم از کجا میارن؟ اجایی که من تو ارزش نداریم. لا باز شروع کن. حاضرم تمام زندگیمو بدم، خدا یه بچه کوچولو بهم بده. منم حاضرم تمام خونه و زندگی و سرمایه بدم، خدا یه مثقال بشه بهم بده. تو که میدونی خودمونو بکشیم نمیشه. این حرفا چیه؟ منو تو یه کدوم عیب داریم؟ منو که نمیذاری برم پیش دکتر خودمو نشون بدم، لااقل خودتو برو نشون بده. من پیش دکتر نمیرم، خجالت میکشم. تو پیش یه دکتر مرد میری، این که خجالت نداری؟ اتفاقا من از دکتر مرد خجالت میکشم. شوخی نکن محمود، تو باید حتما بری پیش دکتر. آخه با این هیکل برم پیش دکتر بگم عیب دارم؟ آره برو بگو من بچه‌ام نمیشه. لا از کجا معلوم که تو بچه نمیشید؟ تو که نمیذاری من برم پیش دکتر، لااقل خودت برو. آره وقت همین فرداست که تو کوچه و محل پر میشه که محمود آقا نامرده. اصلا آگه ما نمیتونیم بدون بچه خوشبخت باشیم. چرا؟ ما همیشه خوشبختیم، اما نمیدونی مردم هر دفعه منو میبینن چی میگن؟ مردم غلط میکنن. وقتی خدا به ما بچه نمیده مردم سننم. به مردم چه مربوطه؟ مگه فضولی ما هستن؟ محمود جون، حالا که نمیذاری من برم دکتر، تو رو خدا خودت برو یه آزمایش بکن. خیلی خوب میرم، فردا میرم. قربون تو برم، پس بلند شو. این موقع شب دکترها خودشون دارن آزمایش میکنن. فعلا بیا خودمون یه آزمایش دیگه بکنیم ببینیم چی تو میشه. بیا این زیر ببینم. رجب بالاخره کی میری اسمان زنده بیاری؟ والا خیلی دلم میخواد همین حالا برم بیارمش و صبح به صبح هم یه نیم روی بخوریم. اما آقا کاری ما یه دوتا اشکال داره. باز کنایه زدی؟ من صبح به صبح نیم روی بخورم که سستی زانوام از بین بره. میدونم آقا تخم مرغ خیلی خاصیت داره، اما موزم خوب چیزیه سا. بالاخره میری اصفهان زنت بیاری یا نه؟ آخه آقا چجوری بیارمش؟ اولندش هنوز به سنی قانونی نرسیدست که بتونم عقدی رسمیش بکنم. دومندشم من نمیذارم بره، برای اینکه اگه بره من دست تنها چجوری میتونم این خونه رو اداره کنم؟ آخه این رجب بیچارم که نمیتونه اینجا تنها زندگی بکنه. درست زن عقدش نیست، اما سیغره که خونده است بهش حلاله. اجازه بده یه هفته بره خود نمروی چیزی. اصلا بیاردش اینجا. فقط 2 روز میتونه بره. خانم 2 روز که فایده ای نداره، یه روزش میرم یه روزش هم برمیگردم. پس من بازنم چجوری به قول آقا نمرونو بخوریم و اینا؟ والا خیلی خوب، میگم یه هفته بری برگرد. ماشه تمیز کردی؟ بله آقا صبحی زود، اما ماشالله از بس دیر از خواب بیدار میشین لابد باز چرک شده. آقا بچه مدرسه یه ساعت پیش رفتن مدرسه. ما مگه بچه داشتیم صبح زود بیدار میشدیم. خیلی خوب میرم آزمایش. محمود جون قول میدی بری دکتر؟ آره جون تو، اول یه سری به نمایشگاه بزنم بعدم میرم دکتر. دلم میخواد زور که میایی با چنده یه پر بیای خونه. انشالله، بلکه هم با شکم پر اومدم انشالله. سلام علیکم آقای پستچین. آقا رجب شما این یه نامه از اصفهان داری؟ لاغرگلی زنم است. فرستندش خدیجه سلطانه. اوه پس مانی مادر زنم است. ببخشین پنجزری هم ندارم. ما انعامی نیستیم. خواهش میکنم قابل نداره. ببخشین. اوه سر پیچ بوق بزنامو. مشکازم سلام. دست شما درد نکنه. خوش آمدی دادا. مادر زنم برام کاغذ داده است. خدا میدونه توش چی نوشته. نخونده معلومه چی نوشته. 1,000,000 فوش نشاره. آره راستم میگی. ببینم خرجی واسه شون فرستادی. چند وقت پیش براشون 200 تومن پول فرستادم. هنوز یه ایمان نشده. آخه 200 تومنم پوله. زنی صیغه بیشتر از این نمیارزه. هر وقت عقدش کردم و رسمیش کردم قیمتش هم برام بالا.
مادر زنت نوشته رجب، یا بیا دست زن بچه تو بگی وردا برو، یا میدونم چی کار کنم. مردم آزاری هم حدی داره. من دیگه نمیتونم از زن و بچه تو به هیچ وجه نگهداری کنم. دختر منو سیغه کردی، یه بچه‌م رو دستش گذاشتی و رفتی. اگر نیایی و وضعشو روشن نکنی، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. خلاصه اگه امروز فردا نیایی زن و بچه تو وضعشون رو معلوم نکنی، اون چنون بلایی به سرت میارم که تا عمر داری یادت نره. خب چرا نمیری دست زن و بچه تو بگیری بیاریشون تهران؟ لا اله الا الله مشکزن، تو که میدونی دلم طاقت بیارت زن و بچه ما وردارم بیارم تو این خونه. آخه خدا رو خوش نمیاد. خانم بیچارم هر وقت چشش به یه بچه میفته تا هر اشکش میرزد پایین. به خاطر این موضوع است که منم اصلا به خانم آقا نگفتم که بچه دار شدم. فقط تو هستی که میدونی من بچه دارم، الا اونا که نمیدونن. این بیچارم حتی اسم زنی منم نمیدونن چی چیه. خب پس برو بیارشون تیرون، یه خونه برشون اجاره کن، این که ایراد نداره. مورچه چی چیه که کله پاچش باشه؟ حقوق من به جایی نمیرسد، تازه بیام اجاره خونم بدم، اونم تو تهران. محمود آقا بهم یه هفته مرخصی داده است برم اصفهان تکلیفم رو روشن کنم و برگردم. فعلا خداحافظ مشکل. بیش علامه حسنم یه بشی قول برای آقا بنویس. بودو امیر، هرچی سراغ منه یه بگو، یکی دو ساعت دیگه میرم دکتر رو برمیگرد. خدا بدن آقا. آپاندیس هم چهر خوردست میرم بکشم. آپاندیس رو بکشی؟ چیز دندرم چهر خوردست میرم بکشم. 20 تومن میشه. بفرمایید. بفرمایین بعد یه هفته دیگه تشریف بیارید. نمیشه زودتر بیارید؟ اگه میشد که حرفی نداشتیم. بفرمایید ما مردیم قربونت برم. انشالله. خانم نوبت ما چه وقته؟ فعلا نمره 7 رفته تو. مال من نمره 8ه. خیلی خب بعد شمای دیگه. خب خودم میدونستم. بوجه یه چوچه سلام میدی. سلام. سلام خانم. سلام. 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 خب نتیجه گرفتی؟ چه نتیجه ای؟ هر روی آقای دکتر پیشنهاد میکنه شوهرم قبول نمیکنه. بی حساب چرا خودش هم که نمیتونه بگیره، همش بچه میخواد. من چه نمیتونم؟ من سلی یکی دو تا بچه از تو میخوام. تو هم نمیتونی از زیرش در بری. من میذارم یه آقای دکتر تو زندگی ما دخالت بکنه؟ من با تو عروسی کردم که مرتب واسم بذاری، میفهمی؟ باز بذاری میزونمه. آخه آقا جون یه رحمی به خانم بیچارت بکن. خانم گمونه میکنم زندگی ما زن و شوهر به شما ارتباطی داشته؟ من زن گرفتم فقط و فقط واسه بچه زاییدن. پس میخواستی با یه ماشین جوجه کشی عروسی کنی؟ خودت برو عروسی کن. آقا ازش بپرسین من بعد چند تا براش بذارم. آقا خانم باید چند تا براش بذارم؟ این حضوری ها به شما نیومده. راست میگی والا. خانم چقدر میشه؟ 80 تومن. به خیالت هنر کردی؟ 9 تا واسه بچه زاییدی. چرا گربه بذاری قهر میکنه؟ همش نه تو نگاه کن. بیشتر از این نمیتونم بچه تحویلت بدم. دیگه هم نمیذارم بیای تو اتاق. در رو روت میبنم. میبندی؟ در رو میشکنم میام تو. میبینم چجوری نمیذاری؟ به تو چه مربوطه زن؟ شاید من خواستم یک کودکستان درست کنم. یالا بریم بچه ها. یالا 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 مریم، مینا، مشگان، مسعود، پیمان، رضا، علی. یالا من تنک کنی بجامی بجامی بیا بیا بیا. یالا 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 علی جون، مریم جون، بدو. کسی رو جا نداشتیم؟ کسی جا نمون؟ انگار منو جا گذاشتی. بهتر که جاد گذاشتم. نمره 8. آقا جون با شما هستم. نمره 8. نمره 8؟ مگه نمره شما 8 نیست؟ چرا 8 نیست؟ پس چرا جواب نمیدی؟ حواسم تو 8 نوتا بود. 8 نوتا به چه؟ راستی خانم چرا بعض وقتا کار خدا اینجوریه؟ چه جوریه؟ هیچی، یکی به اضافه 8 نوتا، یکی مثل من منهای 8 نوتا. پس شما؟ نه نامرد نیستم، میخوام برم پیش دکتر، بلکه خدا یکی از نارم به من بده. البته 8 تا نه، من دارم ده به در دنبال یکیش میگردم اما خدا بهم نمیده. شما بچه دار نمیشین یا خانومتون؟ منظورم اینه که ای از طرف شماست یا از طرف خانوم. برای همین اومدم خدمت شما. 10 سال عروض کردیم اما هنوز بچه دار نشدیم. ببینم، نمیتونید؟ چرا؟ خیلی هم خوب، اما... خب، اما چی؟ ناراحتی از طرف خانمتونه؟ چی عرض کنم؟ قبلا به دکتر مراجعه کردین؟ نه خیلی، خجالت میکشیدم. خجالت؟ پس لابد... نه خیلی، مثل همه طبیعیه است. بفرمایین شلوارتونو در بیارین، رو تخت بخوابین، معاینه کنم. من که عیبی ندارم آقای دکتر. پس برای چی اومدین اینجا؟ اومدم ببینم چه عیبی داره. بنابراین در بیارین، رو تخت بخوابین تا آزمایشتون کنم. باید حتما درارم؟ حتما. خیلی خوب، الان در میارم.
سابقه دعوا با کسی ندارین؟ جز با زنم با چستیه نه. با زنتون؟ بله، غیر از شبای جمعه بقیه شبا همش با هم دعوامونه. علت دعواتون چیه؟ هیچی، همینقدر که هوا تاریک میشه ضعیف حواس بچه میکنه. این دعواها مهم نیست، منظورم دعواییه که به کمر یا به وسط پاتون خدایی نکرده ضربه چیزی وارد شده باشه. والا به چگیام دعوا کردم، فوتبال موتبال و این چیزام زیاد کردم، فولم کردم، اما یادم نمیاد چیزی به جنگ وارد شده. ببینید آقا، شما ظاهرا سالم هستید و هیچ عیبی هم ندارین. پس چرا نمیشید؟ خب ممکنه عیب از خانمتون باشه، ایشون هم باید آزمایش بشن. نه دیگه، منزل آزمایشی نیست. دکتر که محرمه آقا. به من محرم بودید کافی است. میلتونه؟ من دو تا آزمایش برای شما نوشتم، ببرین آزمایشگاه نتیجهشو بیارین تا بعد دستور بدین. چشم آقا، خواهش میکنم. خداحافظ شما. خانم رفعت، چه فرمایشی داری؟ سلام علیکم. والا من میخوام بچه دار بشم، گفتم بیام خدمت شما. اسمتون چیه؟ محمود درستکار امینزاده اصفهانی فرد مطلق. چه اسم دور و درازی، شما که ماشاءالله اسم به این بلندی دارین. قوی هم که هستین، پس چرا لابد؟ نه خیلی بی عرضه نیستم، اگه آزمایش بکنین بدون ثابت میشه. خیلی خوب، امیدوارم بعد از آزمایش صحیح و سالم باشین. بفرمایید این لیوانو بگیریم برین تو راه رو اتاق اول. تو راه رو اتاق اول با لیوان چیکار بکنم؟ بایستی اسپرم شما آزمایش بشه. تنهایی میتونی؟ معلومه که نمیتونم، شما بیاین کمکم بکنید. این کار مربوط به زن شماست، بری اونو بیارین کمکتون کنه. دو ساعت برم خونه زنم وردم بیام اینجا؟ پس شما اینجا واشدید برای چی؟ گفتم اسپرم شما باید آزمایش بشه. اشپل چیه؟ من که نمیفهمم چه جوری حالیش کنم. فهمیدم خواهر، بچه زودتر نگفتین. آخه عزیز من چه جوری حالیتون کنم؟ زودتر بری خونه خانمتونو بیاری. حالا نمیشه منزل نیارم اینجا، همونجا تو خونه؟ امشب هم که شب جمعه است. نه خیر، باید تازه باشه. چی باید تازه باشه؟ نمیدونم، اسپول، اسپل، اسمال، اسحال، چه میدونم بابا. تو خیال میکنه بشه درست کردن به این آسونی هست؟ چادر سر کن بریم آزمایشگاه تا بفهمی چیه. یالا بره. بله قربون شما. خب پس خانمتون رو آوردیم. بله. بفرمایید این لیوانو بگیریم بریم تو راه رو اتاق اول. واسه چی؟ هیچی، باید بریم بستنی بخوریم. بخش آقای دکتر. بله. ما باید این تایی راه رو اتاق اول کجا باید بریم؟ بفرمایید تو این اتاق. اینا با لیوان رفتن تو اتاق واسه چی؟ هیچی از من و تو دیگه گذشته. برو. حالا اینجا باید چی کار کنی؟ لخشو تو باید بگم باید چی کار بکنی. ایوا، خدا مرگم بده، آخه واسه چی لخ بشم؟ همون غلط هایی که شب جامعه تو خونه میکنیم باید اینجا هم بکنیم. یالا دیگه. آخه چرا اینجا؟ چرا واجستادی؟ یالا بخواب. حالا چی شده اینقدر جوش آوردی؟ پس فردا صبح بیایی نتیجهشو بگیری. لا بعد این همه زحمت تازه پس فردا بیایی نتیجهشو بگیریم. نمیشه همین حالا به ما بگیم میشه. این چجوری داری به ما نگاه میکنه؟ خیلی خوب، پس فردا میاییم. هی واسه یه بچه ناقابل ما رو مثل توپ فوتبال این ور اونور بفرستا. برو بریم. چه اگه پس فردا منو بشه دار نکنیم. مره جون پروین جون، مجده بده. چیه؟ مجده بده، نتیجه رو گرفتمش. شیری یا روبا؟ تو که خودت میدونی من همیشه شیر بودم. دکتر گفت سالم سالمی، مردم اینم جوابش. این سند باید نگردم تو همه بدونن مردم. خب الحمدلله که تو سالمی. قصه نخور عزیزم، میبرم این خارجه معالجه کنم، تو هم سالم بشی. مگه دکترای خودمون چه عیبی دارن که بریم خارجه؟ عیبی ندارن، اما خارج کسی ما رو نمیشناسه، اونجا بهتره. این حرفا چیه؟ دکتر محرمی. درسته، دکترم همینو گفت، اما پدر من در آورد از بس دستمالیم کرد. وای به اینکه بخواد تو رو معاینه کنه. دکتره، چه خارجی چه ایرانی، باید بالاخره لخ بشم. تو غلط بکنه لخ بشی.
پیش هر دکتر بریم فقط باید مچ پاتو لخ بکنه. آه، این حرفا چیه که تو میزنی؟ بچه که از مچ پا نمیاد. اگه خدا بخواد از نوک انگشتم میاد. آقا اگه بچه دومون دست بیرون ما رو مرخصمون کنی بریم اصفهان. رجبه میخواد بره اصفهان. آقا اگه دستتون بنده است من مزاحمتون نشم. سلام. خب رجب میخوای بری؟ بله اومدم خداحافظی کنم و بگم آقا ما رو حلالمون کنین. بریم و برگردیم. به سلامت برو. یه هفته بیشتر طول نکشه. نه خیر جونی شما. تا چشتون رو به هم بذارین من رفتم و برگشتم. زن تو با خودت بیار. دست خالی نیا اینجا. انشالله به سلامتی میرم و برمیگردم. با دستی پرم میام انشالله. چشم. حتما بیارش. چشم. برای که من خانمم یکی دو هفته دیگه میخوام بره فرنگستون. بله. برای معالجه. بله معالجه، معالجه. برای چی آقا؟ چی معالجه بغل پام. میخوام آپاندیس رو عمل کنم. ایشالله. بله آقا هر چیز رو تیر برین آپاندیستون رو عمل کنین بلکه با امیدی خدا صاحبی یه بچه هم بشین همه خوشحال شین. آپاندیست به بچه چی کار داره؟ یه پسر ارضای داشتن بچه داردی میشد آپاندیستش عمل کرد بچه دار شد. خداحافظ شما. خداحافظ. ناقلای بچه است. مشکزم کجای بابا؟ مشکزم من دارم میرم اصفهان اومدم باید خداحافظی کنم. بالاخره هم مادرزن ترسیدی و رای اصفهان شدی. معلوم است که میترسم. آخه مادرزنی که من دارم با اسرائیل هیچ فرقی نداره تو بمیری. میترسم یه هو بزنت به مغزش و بلند شد بیاد تهرون بخواد حسابی منو بیچاره رو برسه. میگم من میرم اصفهان زنم و عقدی رسمیش کنم و برگردم دو مرتبه بیام همینجا سری کارم. آره حالا مطمئنی که سنش دیگه قانونی شده یا نه؟ بله آخه آب و هوای اصفهان طوری است که آدمو زود بالغ میکنه. خداحافظ. قربونت برم. یه ماچ بده ما. برو جونم به سلامت. برامت زیاد. وانتی نگردا. خوش اومدی. مشرف. خیر ببینی. منو بذار دم تی بی تی. بفر بالا. برامت زیاد. نمره خونه بی صاحب شدهش چنده است؟ امیدوارم تو سرش خراب شد. بیچاره صاحب اون خونه چرا به اون فوش میدی؟ اون ببین چه پدر سوخته ای است که این بیلده گونی کن ننه. سب کن بخو میرم. بیا بیا ننه. کجاست؟ شماره 17 محمود درست کار خودش مادر همینجاست. بریم زنگ بزن. مادر درسته خودش همینجاست. خیلی خوب دیگه معطلش نکن بذاری زمینو از اینجا بریم. به چرا ماتت برده آکله بگیری؟ تو که منو کشتی هر کی خربوزه میخوره پا لرزش هم میشینه. ده چرا معطلی؟ چشمش کورشه دندش هم نمخواست بچه دار نشه. ده بذاری زمین یا نه زود باش بینم بخوابونش زمین. بگاش کنی چون داره گریه میکنه. خب حالا یه خورده گریه کنه چی طور میشه؟ چشاش که بابا خوری نمیشه. چشم باباش کورشه بیاد ساکتش کنه. بدش به من. بدش این بی پدرو بده من بخوابونمش رو زمین. اون کاغذم بده بذارم پری قنداقش. نگاه کن تو رو خدا. برو برو تا من زنگ در خونه رو بزنم. ده برو ده. نداشتین؟ شاید گدا باشید. شایدم مهمون باشه. مهمون و گدا فرقی ندارن هر دوشو مزاحمن. اومدم. بودو بودو تا کسی نایمده. آخه ننه گناه داره. چی رو گناه داره؟ پدره بی پدرش چی کار کرده؟ پس اجنا بودن زنگ زدن بر پدری مردم آزاردون لعنت. شما بودی زنگ میزدی؟ خیلی خوش اومدی محمود. ممکنه خودمو معرفی کنی؟ کیه محمود؟ همون که تو گفتی مهمون بسا اومده بیا ببینش. حالش ما خوبه؟ این بچه مال کیه؟ من هم مثل تو یه پدر ناخوشی گذاشته سه رفته است. ای مرد بی انصاف من دیگه نمیتونم بچه بی پدرت رو بزرگ کنم. همونطوری که خودت این بچه رو درست کردی خودت هم باید بزرگش کنی گلندو. چشمم روشن حضرت آقا. چشم دلتون روشن چی تو شده؟ بفرمایین ببینم آقا این دست گل کجا به آب دادن؟ ها؟ صحیح؟ این دست گل من به آب دادم؟ نه خیر من به آب دادم. نامه رو برای پدر بچه نوشته که تو باشی. من قلم کردم پدر این بچه باشم. خجالت بکش مرد. تو روی منم داری دروغ میگی. من یه دقیقه دیگه تو این خونه نمیمونم. بابا وایستا ببین چی میگم.
زن چرا بی خودی حرف زنی؟ من اگه میتونستم دست گل به آب بدم چرا تو خونه خود آب نمیدادم؟ لابد فقط تو خونه خودت نمیتونی به آب بدی. به مرگ تو من روحم از این کار خبر نداره. به مرگ خودت. غلطی که نباید بکنی کردی، حالا میزنی زیرش. والا کار من نیست. من اگه غلط بکنم بودم این غلطه با خودت میکردم. اگه نتیجه آزمایش دکتر نشون میداد که تو نامردی باورم میشد، اما آزمایش دکتر نشون داد کار توئه. زن والا به پیر به پیغمبر کار من نیست. چرا بیخوای داری این بیستا مداره به ریشی من میبندیش؟ پس چرا بچه رو جلو خونه ای کسی دیگه ای نذاشتن؟ چی میدونم لابد همینه ما زن شوهر شب رو به خاطر نذاشتن به چه دعوامونه گذاشتن رفتن. بس دیگه تو بخواد گیریه نکن. اجلس میگی پس چرا بچه رو اینطور چسبونده تو بغلیت؟ پس این بچه بیگناه بندازم رو زمین؟ خیلی خوب الان بندازم توز. نه ترسیدی؟ حالا خوب غلطی کردی، شوخیت هم گرفته، توف به اون روت بیاد. راست من زدی؟ حیف که به چه دستانم و الا عوضی یکی ستا بزنم تو مخت. اگه تلافیشو در نی بردم هرچی میخوای بگو. آقا رحمت، شما اونجا تنهایی؟ بله دارم سیم تلویزیون رو درست میکنم. وایسین، باهاتون یک کاری دارم. میبینی فسقل چه بلای به سر من آوردی؟ نکنم زعفه بری یه آبروزی برای من در بیاره. آقا رحمت، خیلی وقت میفرستم شما رو تنها پیدا کنم. الهی قربونت برم. آقا رحمت جونم، شما چقدر خوبی، چقدر نازی. اون خوده جون چقدر خوشگلی تو. آقا رحمت، منو بغلم کن. آقا رحمت جونم، وای من تو مرد که خدف سخته نکوز داری منو بلش کن الان بیا بکشمه الان بیا بکشمه نازی این دلم برای تنگ شده که حد ندشم بقلم کن آقا رحمت نورو زنگ ها بگم دست سخته تنه برای بقلم کنی زنه برای بقلش بگونی بکشمه من عوضش کردم بیا کی کشمه زنه تو بگی تو همسایه هستی یه دوز ناموز من که خودش بگم شما پدر سخته بکشمه رزی باله الان بزنگرم پایی الان بزنگرم پایی محمود آقا به جون شما من تقصیری نداشتم کجا بریم؟ خانم تشریف آوردن بالا پریدن تو بغل من هرمی باید من داشتم سیم تلویزیون رو درست میکردم به جون شما من هیچ تقصیری نداشتم به هر حال میکشم آقا شما منو با خودتون میبرین؟ بله کجا میخواین بریم؟ هر کجا که شما دلتون بخواد پس بفرمایید بالا خواهش میکنم چشم آبون چشمت برم خب حالتون که خوبه نشون مرسی کجا برم هرچی تو بخواید یه پایی زرفم بیچ بلم برو بیره جاله بکشه سواره ماشین مردم بشه من که پده سوخته زن مردم سواره ماشین مردم ایدر بزن بیرم آنه بیرم به دست پاسپان بکشمه جاله بکش بکشمه نزه بینم زنم کجا رفت نزه پده سوخته هیل که وقت ندارم الا پده در بیرم چطور لغمه را از گلمون کشید بیرون؟ پروین جون بس از خرشه تو بیادشو بریم خونه نمیخوام بیام برم کن آبروزی نکن پس جونم هم چی میخوای؟ آقایون من مثل خواهر شما این مرتیکه گردن کلوف مزاحم من شده یه چیزی بهش بگین شوخی میکنه نفهمیدم با این خانم چیکار داری گردن کلوف؟ خجالت نمیکشی؟ معرفه کارت یالا حیا نمیکنه یه نفر بیفته دنبال خواهر خودت خوشت میاد شما که نمیفهمید بریم گم شید دنبال کار زندگی تو چی رو نفهمید؟ من نمیخواستم به تو خیانت کنم فقط میخواستم بفهمی مزه خیانت چیه حالا که مزهش چشیدم دیگه با ماشتی میکنی؟ نه من دیگه با تو زندگی نمی کنم میرم پیش مادرم وعدمون دادگاه خانواده لا اله الا الله زن اشتباه میکنی
والا اشتباه میکنی. برگرد برگرد، پشیمون میشی آخر. ای به چه بعد وقت کجا گذاشتمش؟ آخ دلم زهر مار، زندگی با هم زدی تازه به میخندی؟ منو کجا میبری؟ منم مثل تو مادرم، همینطور که تو طاقت ناراحتی منو نداشتی اومدی تهرون دنبالم، منم طاقت ندارم دوری بچه‌مو ببینم، پشیمون شدم. من بچه‌مو میخوام. آخه دخترم بچه بی پدر برای چه نتیجه ای داره؟ بیا بریم دلش کنیم، بیا بریم اصفهان. من نمیام، من بچه‌مو میخوام، الان میرم میگیرم. لعنت بر شیطون. گلندام جون قول میدم رجب محض اینکه بچه رو ببینت فورا میاد اصفهان و تکلیف تو رو معلوم میکنه. نمیخوام، شاید اصلا نجاب تو خونه نبوده. من به چه ما میخوام؟ من به چه ما میخوام؟ گولیه بایسا من چیچی بودم زلی شیش حالا خدا مرگت بده بایسا. خودش بود. خدایا بچه ما کجا برد؟ نکنه ببره سر به نیستش کنه. محمود آقا واسم چیو بردی؟ دست گل. مالکیه؟ خودم به آب دادم. چطور؟ خیتی بالا آوردی؟ نه آقای فراخ، نمیدونم دست پخت کدوم پدر سوخته ای. امروز رو برده گذاشته در خونه و رفته است. بدش ببینم بچه رو چقدر نازه. پدر سوخته انگار از دماغ فیل افتاده. یه دقیقه آروم نمیگیره. خفه شو. یارو حتما میدونسته شما بچه ندارین، خواسته بهتون کمکی کرده باشه. بره به ننش کمک بکنه، زندگی منو به هم زده است. مگه چی شده؟ هیچی، یه نامه بی سطح علای قنداق بچه بود، توش نوشته بود این مرد فلو فلو شده، همونطور که بچه رو درست کرده خودتم بزرگش کن. پروینم به خیالش کار کار منه، قه کرده رفت. پاخا که الان به شما چه مربوطه؟ همینه بگو، آش نخورده و دهن سوخته. بهتر که پروین قهر کرد و رفت، تازه راحت شدی. چی راحت شدم خاله جون؟ من زنم پروین رو دوست دارم، میمیرم براش. محمود آقا راست میگه، پروین زن بدی نیست، خیلی هم خوبه. تو دیگه فضولی نکن، برو به نوروز بگو یه شربت برای محمود آقا برداره بیاره. اصلا اشتباه تو این بود که با پروین عروسی کردی، بچهش که نمیشه، اخلاقش هم که اینه. پس تو دلتو به چیچی پروین خوش کردی ها؟ بالاخره پروین یه چیز میزی داره که من دلم بهش خوش کردم. این درسته، آدم باید به یه چیز زن دلش خوش باشه، و الا اخلاق شما زنان چه قابل تحمل نیست. بسه، تو دیگه وراجی نکن، برو بانک و زود برگرد. چشم عزیزم، خداحافظ محمود آقا، خداحافظ. انشالله که بتونی پدر خوبی برای این بچه باشی. حالا که نتونستم پدر باشم، شاید مادر خوبی باشم. صد دفعه بهت گفتم پروین به درد زندگی نمیخوره، بیا طلاقش بده تا نازی رو بهت بده. نازی؟ بله، من نازی رو بهت میدم. بله نازی که دختر تو نیست که داری از چیز خلیفه میبرسی. دختر شوهرم که هست. هیچ وقت نه فرخ راضی میشه نه خود نازی. اراده فرخ دست منه، بهش بگم بمیر میمیره، خودت که میدونی. باشه خاله جون، فعلا باید یه فکر برای این بچه بکنیم. من که تنهایی نمیتونم نگرش دارم، که کلاس بچه داری هم نرفتم ببینم، که من اصلا وقت این کارا رو ندارم خاله جون. حتما مادرش میاد سراغش، اگرم نایمد چند روزی خودم نگرش میدارم. پس تو رو خواهد درست مواظبش باش نازی خانم. محمود آقا اینقدر سفارش بچه رو میکنی، نکنه مال خودت باشه شیطون. تا حالا چیزی ارضا نداشتم، اما بعد از آزمایش دکتر چه گفته سالمی، ممکنه یه غلطی بکنه. ای بس پروینه، حالا چه بهتر که پروین خودش قهر کرده و رفته. تو باید زود به فکر یه دختر خیلی خوشگل و مامانی باشی. ایوا مگه زن کفش تنگو گشاده که هر روز بشه عوضش کرد؟ من عوضش میکنم مادر، من دیگه با محمود زندگیم نمیشه. دختر مگه شوهر پیرهنه که هر روز عوضش کنی؟ از خر شیطون پیاده شو، بلند شو برو سر خونه زندگیت. مادر من اگه بمیرم دیگه پامو تو خونه یه محمود نمیذارم، فهمیدی؟ نمیذارم. به من چه مربوطه؟ تو خیال میکنی این روزا شوهر خوب جایی پیدا میشه؟ بعدش هم نیست، چه برسه به خوبش. برای شما بله، اما برای من شوهر خوب فراوونه. زبون تو مار بزنه، آخه تو از کجا مطمئنی اون بچه مال شوهرت بوده؟ از نتیجه آزمایش دکتر فهمیدم که این بچه مال محموده. نتیجه آزمایش چه ارتباطی به این بچه داره؟ خوبم ارتباط داره.
9 سالی که من زن محمودم و بچه دار نشدم. من احمق فکر میکردم شوهرم نامرده، اما وقتی آزمایش شد فهمیدم مرد مرده و این منم که نامردم. مادر از اینا گذشته. من امروز رفتم دادگاه خانواده و عرض حالم رو دادم و تو طلاقم رو نگیرم ولکن نیستم. بس ساعت 5 تشریف بریم محضر. باشه چاش امیر، من رفتم فعلا، خداحافظ. خداحافظ شما. ببخشین، محمود آقای درستکار امینزاده اصفهانی شما هستین؟ اینطور میگن. این نامه از دادگاه خانواده است. خانمتون تقاضای طلاق کرده. غلط کرده. چی؟ غلط کرده یا نکرده به ما مربوط نیست. با دادگاه. خواهش میکنم دفتر رو امضا کن. بفرمایید اینجا رو. بالاخره دستگل کار خودش کرد. کدوم دستگل؟ همون که زنم میگه تو به آب دادی، اما من به آب ندادم. مهم نیست آقا، تو این شهر روزی 1000 تا دستگل آب میدن. اما من از این دستگل رو هم خبر ندارد. پس چطور زنت این وصله رو بهت چسبونده؟ چه میدونم، زنها کارشون وصله چسبوندنه. حالا چه به لباس باشه چه به آدم. این وصله نیست حضرت آقا، حقیقته. حقیقت، فهمیدی؟ خانم یواشتر، پرده گوشم پاره شد. من که داد نزدم. ملاحظه فرمود آقا، من بیچاره اصلا سالهاست پرده گوش ندارم. خب شما چی میگین؟ قبول دارین که این بچه مال شما بوده؟ نه خیلی آقا، قسم میخورم مال من نیست. من اگه میتونستم بشه درست بکنم، تو این 10 سال که شوهر این خانم بودم اقلا یکشو برای خودم درست کرده بودم. چطور تو پای این بچه تو کار نبود؟ همش دم از مردی میزدی، میگفتی شیر بیاد جلو مرونمش. اما حالا که مچت وا شده میگه کاری ازم سخت نیست. آقای رئیس گوش به حرفای این بدجنس ندین، اینو من میشناسم، مخصوصا خودشو به موش مردگی زده و الا این نامرد از هر مردی مردتره. پروین جوزی که برام تبلیغ میکنه ممنونم، اما اگه تو به حرفای خودت اطمینان داری یه ما صبر کن تا بچه حداقل حقیقت معلوم بشه. بله خانم، عقیده منم همینه. شما یه مدتی صبر کنین، شاید پدر این بچه کس دیگه‌ای باشه و این مرد بیچاره گناهی نداشته باشه. بله. من دیگه نمیتونم صبر کنم. من جنس شوهرمو بهتر از شما میشناسم. شما چه طلاق من ازش بگیرین چه نگیرین، من دیگه پامو تو خونه این شخص نمیذارم. آقای رئیس، مثل اینکه شما جنس این مردا رو نمیشناسین. اینا تا وقتی پول ندارن زنشون تاج سرشونه، اما وقتی تنبونشون دوتا شد زنشون خاک زیر پاشون میشه. 10 سال پیش که من زن این آقا شدم روی تاکسی کار میکرد، اما حالا از صدقه سر من خدا میدونه چقدر ثروت داره. لا اله الا الله، ضعیف اینقدر دروغ نگو، مامور مالیات هم باور میکنه میاد سراغم حسابم میرسه. من دروغ میگم؟ دروغ سر تا پاته. آقای رئیس، خلاصه اگه همین حالا طلاقم از این مرد نگیرین خودم رو میکشم، خونم هم گردن شماست. این حرفا زیادیه. وظیفه ما اینه که در وهله اول با راهنمایی و نصیحت مانع طلاق زن و شوهرها بشیم، ولی حالا که نصیحت ما را قبول نمیکنین، تکلیف طلاق با شوهر شماست. بالاخره جناب علی رضایت به طلاق همسرتون میدین؟ باشه آقا، رضایت میدم. رضا، اما اگه پشت گوش دی منم میبینی. خدا، کجا رو باید امضا کنم؟ کجا رو باید امضا کنم؟ من باید کجا رو امضا کنم؟ کجا رو باید امضا کنم؟ من کجا رو باید امضا کنم؟ قولنامه رو. اگه داری قولنامه بزنی پولتون به نفع فروشنده ضبط میشه. سلام آقا. سلام، حالا میخواستی نیایی؟ یه هفته شد 20 روز، زنت آوردیش؟ نه آقا، دیر اومدن من به خاطر زنم شد. چی تو؟ راستش زنم قهر کرده بود و رفته بود، معلوم نیست کدوم جهنم دره رفته است که هرچی گشتم پیداش نکردم. میخواستم شکایت کنم، ترسیدم بدتر کار بیخ پیدا کنه. خیلی خوب، برو خونه یه کوفته زهرمان زور درست کنم بیام بخورم. کسی خونه نیست؟ پس خانم کجا تشریف دارن؟ خانم تشریف بردن، دیگه هم نمیاند. تشریف بردن؟ بله، طلاقش دادم، یعنی اون من طلاق داده است. ای وای، چرا این کارو کردی آقا؟ نمیدونم، یه بیابروی به چشم آورده گذاشته در خونه ما رفته، خانومم خیال کرده بچه مال من است. تو به گوری پدر این بچه لعنتی بیاد. این بچه کدوم شیرین آپاچ خورده ای بوده آقا؟ چه میدونم کدوم بی همه چیز این دست گلو به آب داده که باید شرش گردن منو بگیره. محمود آقا بفرمید اینجا رو امضا کنید. با شما آقا. بفرمایید اونجاست. بله آقا. آقا حالا این بچه کجاست؟ آب مرتب زیرش خراب میکرد، منم که بلد نبودم درستش کنم، گذاشتمش خونه خاله. بعد دلم میخواد صاحب این بچه رو پیدا بکنم، یک بلای به سرش بیارم که مرغای هوا به حالش گریه بکنن. بله حق دونست، اما این کاری شما نیستا، این کاری من است که باید پدری صاحب این بچه بی همه چیز رو در بیارم جونی شما.
ای آقا چه زود اومد، من هنوز براش غذا درست نکردم. کیه؟ سلام. ای وای گلندام، تویی؟ با کی اومده؟ ها چشم کروشه که با کی اومده؟ با من اومده. یا جدا شمای؟ بله. سلام مادر زن جان عزیزم، حالت خوبه؟ ایشالله اجازه بدین یه دست رو بوسه کنی. قلطوبه منو ماچ نکن. هیچی نگفتم. چطور شده؟ میتونی دختر منو بدبخت کنی؟ من دختر رو بدبخت کنم؟ تو با من ترفی. مادر زن به خدا، من یه هفته زربابم مرخصی گرفتم اومدم اصفهان. اومدم اصفهان میخواستم گلیه رو عقدی رسمیش بکنم، نبودین. همسایه‌ها گفتن رفته ده. دو سه روز اومدم تو ده، هرچی گشتم اونجام نبودین. گفتم شاید رفتن قم. اومدم قمم چند روز گشتم پیدادون نکردم. گفتم شاید رفتن مشهد. اومدم یه چند روزی هم تو مشهد گشتم پیدادون نکردم. از ترس آبرومم جرأت نداشتم به کسی شکایت بکنم. خلاصه فکر کردم خدای نکرده نکنه یه بلایی به سرتون اومده باشه. نمیدونید چقدر دلواپس شده بودم، دلم براتون یه ریزه شده بود. داشتم از خسته گلیه آب میشدم. گلیه، گلیه چرا گریه میکنی؟ چی تو شده؟ بچه چی تو شده؟ ها؟ مرده است؟ دهنی تو آب بکش خودت ببینه و جد و عبادت ببینه. خب حالا چی تو شده است؟ بلند شده اینو مده این تهرون ها؟ تو که خبر مرگت نایمدی سری بزنی ببینی زن و بچت مردن یا نه؟ ما هم بلند شدیم اومدیم تهرون و بچه رو گذاشتیم در همین خونه و رفتیم. ای وای، بچه رو گذاشتیم در همین خونه؟ بله، ما که نمیدونستیم تو نیستی. بعدش دیدم یه آقای اومد بچه‌مو با ماشین برداشت و برد. رجعه بچه‌م چی تو شده است؟ ای داد بیداد، پس بچه من بودست که زندگی اینا رو به هم زده است. پس دست گلا شما به آب دادین. من چه میدونستم رجعه؟ تو رو خدا بچه‌مو پیدا کن، همین حالا که ببرمش اصفهان. چی تو شد؟ ببرش اصفهان؟ تو میخوای بری برو، اما من تا تکلیفمو با این بدجنس معلوم نکنم و پدرشو در نیارم ولکنش نیستم. نکن. حالا بفرمایین تو بعد از اینجا وایسادین یه چای بخورین تا یه خیلی بکنین. من همینجا وای میسم. این شوهرت، اینم تو. برو تو تکلیف تو معلوم کنه و خبرشو به من بده. حالا بفرمایین تو. نمیام جون شما، همینجا وای میسم. عزتت رو دارم. بیا تو. دستمو بکن. آکل میگیری ان شاء الله. بیا تو دم در بعد. عزتت رو قال میکنه. عزت خدیر نیست. خب نمیای که نیا. لا دست پدر تحتی چی نگفتم. چه پدرسیته. ضعیفه مثل مادر فولاذره دیب میمونه. گلی جون قصه به چرا نخوری یا جاش امنی امنست. فقط باید یه فکری برای آقا خانومی بیچاره بکنیم که زندگیشونو به هم زده. مگه من چی کار کردم؟ چی کار کرده؟ خانوم به خیالش به چمالی آقاست، رفته سز آقا شکایت کرده سو طلاقشو گرفته است. ای وای، من چم دونستم؟ خب برو به اربابت بگو به چمال توه تا با هم آشتی کنن. به میگه من جرأت دارم همچی حرفی بزنم؟ محمود آقا سرمو گوش تا گوش میبره. آخه تو چرا این کارو کردی؟ مادرم گفت بچه رو بذاریم دم در و بری. مادرت غلط کرد؟ اصلا چرا مادرت آوردی تو تهرون؟ تو نمیدونستی که من از مادر زن مثل سگ میترسم؟ تقصیر خودت است. ای میومدی اصفهان من عقد رسمی میکردی یا این اتفاق نمیافتاد. آخه تو هنوز خیلی بچه، سنت قانونی نشده. کجای کاری؟ من الان 3 ماه قانونی شدم. باری کلا. خب الحمدلله میبینم که آبی زیر پوستت اومده سو رنگ انداخته یا قشنگ شده. بریم بچه‌مو بگیر بهم بده، بعدم بریم محضر عقد رسمی بکن که دل مادرم آروم بشه. نه خیر، اول باید دل. چند وقت است ندیدمت عزیزم، میدونی؟ بریم تو اتاق. نه اول بریم سراغ بچه. نه خیر، اول پدری بچه بعد خودی بچه. نه آره جونی من. آره برو بری، برو بری تو اتاق، اینجا خوب نیست. نه آره، آخه ندیم. آره قربونت برم. ببین اینجا اتاق خواب ارباب است، وقتی هم ارباب نباشه مالی کلفت و نوکره. آره قربونت برم. ببین زن و شوهرم حلال من الله در 7 اقلیم آزادن. آره قربونت. آره جونه. آره خوبی شکل. آره گلی جون چه گل اندامی. قربونی گل تو رو قربونی اندامت برم ناز نیستنه. آره نرفتم. آره عجیب. آره باشید جونتون باشید انشالله. نیم روی فردی علا. چرا اینقدر تخم مرغ درست کرده ای پسر؟ آخه علت داشت.
میدونی زانوامو قوت نداشت، میخواستیم یه خاگینه درست کرده باشیم. یالا تا آقا نمیده بخورین تا بریم سراغ یه گلی بعد سراغ بچه. خیلی خوب، اول میرم بعدم میریم سراغی بچه، تا محمود آقا نمیده سا زود بخوریم و بریم، معطلش نکنیم. بریم تو مینه معطل نکنیم. یا ننه یا اگر بابه تو مد چی؟ خودش کلیپ داره در رو با میکنه، قضاشم رو بارها درست. آیوانتی نگردار موتوری بیان جلو مینه نگردار. برو بالا معطل نشو، برو بالا. یا برو بالا ننه، شما برین تو بالا خونه، شما اینجا میشینید. بله اینجا قلبتون میگیره ضعیفه، نمیذارید ما بشینیم پر زنم این دنیا دستی چیه؟ برو مینم رجب، همین رجب. رجب رجب، غذا همشه هنو درست نیست. اینجا رو امضا کنین آقا. کجا رو امضا کنین؟ بفرمایین. دست شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایین. اینم امضای بنده. خوب شد. شما هم بفرمایین خانم. یالا. بچش. آخ وای. خواستو شما هم بیان جلو. من سواد ندارم. انگوش بزنید. بچش. بله. اینجا رو انگوش بزنید. چش. مبارک است ان شاء الله. قربونش ما مرهمت زیاد. اینم عقد رسمی. خیالتون راحت شد. قربونت و دوماد برم ان شاء الله. خدا عمرت بده. خب حالا بریم سراغی بچمون. یالا معطل نشین. مگه شما بچه‌ام دارین؟ بله آقا، من عادتم این است که اول بچه دار میشم بعد عقدش میکنم جون شما. خدا حافظ شما. نزیدی اونی تو پیاده شو تا من شیده رو برسونم و بیا. باشه بابا، اما شیده رو حتما برسونیش خونه ها. بس خیال کردی میبرمش محلن. از تو بعید نیست بابا. نه دیگه اونطورا بیم. متشکرم نزیدی. راستی اگه فرهاد دیدیش سلام منو بهش برسون. بگو نام زدم فرهاد. راستش جور تو بابام روم نمیشه بگم. کم کم رو میشه نزید. تو اگه فکر میکنی من هنوز فرهاد رو تشت دارم خیلی بچه. متشکرم. خدافظ. سلام نازی خانم. سلام محمود آقا. جمعه مدرسه رفته بودیم؟ آه محمود آقا، امروز روز پنجشنبه است. آره راست میگی. هیچی یادم مثل این که دوری پروین خانم خیلی حواستو پرت کرده ها. اگه شما اونجای من بودی یا یهو یه فسقلی از هوا میافتاد در خونت، نه تنها پنجشنبه و جمعه فراموش کردی، بلکه تاریخ تولد خودتم یادت میرفت. سلام مامی. سلام، محمود آقا رو دیدی؟ آره، انگار خیلی حواسش پرت شده، دلم براش سوخت. آره، دلسوزی هم داره. کاش یه کاری میکردی با پروین آشتی. پروین رو ولش کن، اگه خیلی دلت برا اون میسوزه خودت یه فکری براش بکن. من به چه جهت؟ بر این که تو خودت میدونی محمود آقا چقدر خوبه. آخ چه، اگه پدر مادر این بچه بی پدر و مادر پیدا بکنم نیست و نابودشون میکنم. آقا اینقدر به پدر و مادری بچه فوش ندین، اونا تقصیری ندارن دا. چی تو تقصیری ندارن؟ اون مرد که این بچه درست شده گذاشته در خونه من مقصر نیست؟ اگه پدر مادر بی همه چیزش، پدر پس فطرتش، پدر بی آبروش، عرضه نگه داره بچه نداشت، غلط کرد، اصلا زنسه. درست است آقا، اما اینقدر به پدری بچه فوش ندین. بس بگو چیکار بکنم؟ برم از پدر احمق بچه تشکر کنم که زندگیمو به هم زده است؟ نه خیر آقا، شما میتونین تلافی کنین. چجوری تلافی کنم؟ هیچی، همینطور که بچه رو آوردن گذاشتن در خونه شما، شما به من ماموریت بدین که برم بچه رو از خالتون بگیرم بذارمش در خونه یکی دیگه. که خونه دیگه همه بدبخت بکنه. پس میخوان چی کار کنین؟ خیال دارین بچه رو بکشین؟ من نمیخوام بچه رو بکشمش. پس چی؟ اما پدرش رو اونم مثل سگ خفش میکنه. مثل چی خفش میکنی؟ مثل سگ خفش میکنم. نمیشه مثل چیز دیگه، مثل آدمزاد خفش کنی؟ باشه آقا، اما فعلا برای اینکه از تمام این ناراحتی خلاص بشین دا، اجازه بدین من برم بچه رو بگیرم بدم شیرخوارگاه، شاید یه فرج و گشایشی تو زندگیتون پیدا بشه.
بیا بگیرش، مال بد بیخریش صاحبش. خانوم از کجا معلوم است که این مال بد است؟ اتفاقا بی پدر نیست، پدرش هم خیلی آدم با شخصیتیه. بچه‌ای که بی پدر باشه از قیافش معلومه دیگه. من فکر میکنم پدر این بچه که راضی شده جگرگوششو بذاره در خونه مردم، نه تنها شخصیت نداشته بلکه بسیار آدم مهمل و چرندی بوده. لا اله الا الله، اینقدر به پدری محترم این بچه بد و بیران نگون آقا. مگه تو اونو میشناسیش؟ میدونی محترمه؟ نه آقا نمیشناسمش، اما از قیافه این بچه، از قنداقش، از وزنش، از تو قنداقیش، همه چیز این بچه پیداست که پدرش محترمه. باباش یه پارچه آقاست. نگاه کنی زیادی نکن خواهش میکنم. باز اگه بچه من بود میشد گفت که پدرش واقعا یک پارچه آقاست. اگه بود، ولی شما که متاسفانه بوتتون خشکیده است. خداحافظ شما. وای بیا بگیرش بینم. به خاطر این بچه صد هزار تا پشت نیدم و همشه گذاشتم زیر سیبیل. همش تقصیر شماست که نفهمیده بلند میشین میان تو این تهرون. ده تقصیر خودت است و الا ما هیچ وقت از اصفهان بلند نمیشدیم بیایم و این بلا رو سر بچه معصوم بیاریم. بر پدر این بچه لعنه. پدرش که خودتی؟ ده منم به خودم فوش میدم. همه که فوش میدن بذار خودم هم فوش بدم. تو این شهر تاکسی هم پیدا نمیشه. آی تاکسی کجا میخوای بریم؟ میخوام ببرم ادون تی بی تی، دوتا بلیت بذارم کف دستتون بریم اصفهان. ببینم بریم اصفهان فوتینا دومه مرو لوبورت. من از پیش تو جام نمیخورم، هر جا بری دنبالت میام. به عجب غلطی کردم. آخه زن من چه جوری میتونم شما رو ببرم خونه اربابم؟ محمود آقایی که بفهمت این بچه من و تو بودست که زندگیش به هم زده است، هر چهار تایم رو میفرستد اون دنیا. حالا لازم نکردست بریم خونه محمود آقا، یه هتل برامون اجاره کن. هتل اجاره کنم؟ بله. چطور است هتل هیلتون رو بدم خدمتتون؟ یه خونه برامون اجاره کن. من پولم کجا بود زن؟ اجاره خونه تو این شهر آدم ها به گدایی میندازید. من با یه اتاقم میسازم. آخه چه جوری میتونیم سه چهار تایی توی اتاق بخوابیم؟ خیلی هم خوب میشه. من بعضی وقتا رومو اونور میکنم. شما که نمیتونین 24 ساعت روز من اونور میکنین؟ تو داری گریه میکنی؟ فرح، زن بابام تصمیم خودشو گرفته، پدرم هم راضی کرده. غلط کرده، مگه زن بابات سر خود میتونه برای خودش تصمیم بگیره؟ حالا که گرفته، پدرم هم مطیعه اونه. ناراحت نباش نازی، اگه به قیمت جونم هم تموم بشه نمیذارم زن بابات و محمود آقا به آرزوشون برسن. نفهمیدم شما امروز اومدین تو جشن تولد من شرکت کنین یا اومدین تو بالون با هم خلوت کنین؟ شیده جون معذرت میخوام. من جهنم، بچه‌ها همه دارن سراغ شما رو میگیرن. چند دقیقه دیگه میاد. یه دقیقه هم اجازه نمیدم. یالا بریم، بریم تو. نازی جون، با پدرم آشنا بشم. سلام آقا، من نازی نامزده فرهاد هستم. نازی خانم، شیده خیلی تعریف شما رو کرده. متشکرم. این آقای فرهاد نامزد نازی خانم. خوش وقت. متشکرم. من با اجازتون میرم توی بالکن یه خورده هوا بخورم. ببخشید. ببینم شیده، مگه چشمای پدرت؟ آره، یک ماهی که اینطور شده. چه میشه کرد؟ بریم برقصیم یالا. از دست اینا ناراحتی چرا دعوتشون کردی؟
منظورم این بود که همه چیزی بفهمم بعد شروع کنه. من که فکر نمی کنم فرهاد تو رو ول کنه و اینو بچسبه. فعلاً که چسبیده، نامزدیشونم که حتمیه، اما من نمیذارم نازی به این مفتی ها به آرزوی خودش برسه. سلام. سلام خارسو. به دست شما درد نکنید، مشغولی گوش گفتنی؟ خدا قوت بده. آخی خدا شکر، اللهی الحمدلله رب العالمین. به پسرمو برم، به ناز نزی پسرمو برم، قند و اصلمو نیست. خوابه خوابه؟ خب بذار بخوابه. امشب یه روب دیرتر از دیشب اینه. دیر کردن؟ خیر، به ساعتی من یه ساعت و نیم دیر اومده ای خونه. آخه این نل بکی که شما به مچت بسته اید بیتر از اینم نشونی میدید. میدونی مادر زن بهتره ساعته برفوشی یه خروس بخری. تو هم میدونی اینو تو میدون کنه تن خریدم؟ آخه پیدون که دیگه قیمت نداره. خوبستان نفهمیدم، هنوز تیرون نایمده اخلاقی زن تیرونی ها رو یاد گرفته این دو. آهی نق و نق میکنین، میخواین منو کنترولم بکنی؟ آخه رجب میدونی که ما تو تیرون تنهاییم، حوصلمون سر میره. تو هم یه دومادی نیستی که بیای شبا ما رو ببری شکفت نوعی، سری پول ترجیشی جایی بگردونی دلمون واس شه. به به صحیح، شکفت نوع میخوان برند و سری پولی ترجیش. مادر زنم چه حوثای خونه خراب کنی برا من میکنید. میترسم سم پس فرده از من مایه و دو تیکه بخواد و حوثی کنار دریان بکنه. به به شما یک کاری کردین که عذابی وجدان داره پدری منو در میاره و روز به روز چوق الف میشم و هیچ به فکر من نیستی. مگه ما چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ به میگه شما شک دارین که وجود این بچه یه زندگی از هم پاشیده است. چطور میتونم ناراحت نباشم؟ آخه خدا تلافی این کار رو در میاره. خب حالا چیکار باید کرد؟ هیچی، امروز بو بردم که محمود آقا میخواد زن بسونه. در صورتی که پروین خانم بیچاره فقط فدای اشتباهی شما مادر دختر شده است. خب حالا کاریست که شده است، چی کار میشد کرد؟ بهترست تو بری پیش محمود آقا او حقیقت رو بگوی، اعداممون که نمیکنن. بخور مادر. منم همین فکر کردم، اما اول باید به پروین خانوم بگم. هرچی باشد اون زن است، کاری هم نداره. اما اگه محمود آقا بفهمه دار سرمو گوش تا گوش میبره. راستی امشب رخت خوابی ننده بنداز تو بالا خونه وا. تو مرتبه میخوان با پروین خانم آشتی کنی؟ با پروین خانم؟ پروین خانم خدا رحمتش کنه. آقا تو رو خدا آشتی کنی؟ والا پروین خانم هم گناهی نداره دا. هر زنی دیگه جا پروین خانم بود و میفهمید چوهرش یه بچه حرومی درست کرده است، اسکوره در میره. تو هم مثل پروین فکر میکنی؟ مطمئن اون بچه بی پدر و مادر مال من است؟ آقا اتفاقا تنها کسی که مطمئن است اون بچه پدر و مادر دارست و مال شما نیست خودی منم. پس دیگه فضول نکن، برو گم شو. چش کجا گم شم؟ من همه جا رو بلدم. سلام محمود آقا. سلام علیکم. ماشین ما حاضره؟ بله ماشین آقا تحویلش اومده. بفرمایید. بله نمایشگاه اتومبیل پارس. سلام خاله جونم. دیشب تا صبح به خاطر تو نخوابیدیم تا بالاخره نازی رو راضی کردیم. هنوزم باباش تو اون اتاق داره باهاش حرف میزنه، کاملا راضی شده. من نمیخوام سر به تن محمود باشه. دخترم برای خاطر بابات هم که شده حرف منو زمین ننداز. من حرف شما رو قبول دارم، اما این زن شماست که هرچی بخواد باید انجام بشه. من هرچی به شوهرم بگم مجبور قبول کنه، تو خاطر جمع باشه. خب پس اگه نازی خانم راضی شده من باید چی کار بکنم؟ هیچی، حالا که زوره هر وقت دلتون خواست میتونین تاریخ عروسی رو معلوم کنین. متشکرم دخترم، تو من خیلی خوشحال کردی. زن بابام بیشتر خوشحال میشه، برای اینکه بدون من بهتر میتونه شما رو بچاپه و حق منو بالا بکشه. اه این حرفا چیه میزنی دخترم؟ درست میگم پدر، بچه‌هایی که زن بابا داشتن تا حالا هیچ کدومشون خوشبخت نبودن. انشالله بتونم خوشبختش بکنم. همین هفته شیرینی میخوریم، هفته بعدم عقد عروسی، چطوره؟ خوبه، فقط خیلی خستم، فکرم یه کمی ناراحت است. دوست دارین همه یه هفته بلندشین بریم کنار دریا، هم استراحت میکنیم، همین که میفهمیم نازی خانم واقعا منو دوست داری یا نه. باشه باشه، عوض یه هفته دو هفته میریم، اما به نظر من بهتره که قبلا نامزد بشین. یه انگشتر بلریانم بخر و بیار تا بهت بگم. خدافظ. بیا جانم، بیا دخترم. دختر جان من خیر و صلاح تو رو میخوام، هرچی باشه بالاخره من پدر تو هم. مجده بدین، بنا شد محمود آقا یه انگشتر برلیان بخره بیاره برای نازی جون، یکی دفتم بریم کنار دریا، بعدش هم عروسی. عالیه عالیه.
پدر من کنایه نمیام. چرا؟ برای اینکه دوست ندارم با مردی که هنوز نمیشناسمش کنار دریا برم. بهتره خودتون با اون برید. لا اله الا الله. اینطوری دخترتو راضی میکنی؟ چه میدونم؟ دخترای امروزی رو خدا میشناسه. اون تو بودی که تا اومدم خواستگاریت با اینکه دو برابر سن تو رو داشتم فوراً دهنت آب افتاد و بلر گفتی. بله بفرمایی. ببخشید من شیده دوست نازی هم که با شما حرف میزنم. بله اسمتون رو شنیده بودم. نازی به من گفته. اما نازی به شما نگفته که چطور با سعادت من بازی کرده. به شما نگفته که چطور فرهاد از من گرفته. متوجه نشدم. واضح تر بگی. خانم من و فرهاد چند سالی که با هم دوستیم. اون به من قول ازدواج داد اما به قول خودش وفا نکرد و همه چیزم رو ازم گرفت. ولی من ولکن نیستم. تا تلافی نکنم دست از سرش بر نمیدارم. خلاصه به نازی بگین دست از سر فرهاد ورداره و الا سخت پشیمون میشه. شیده خانم گوش کنین، منم با شما هم عقیدم. نمیذارم نازی زن فرهاد بشه به شرطی که هرچی گفتم انجام بدی. بسیار خوب متوجه شدم، متشکرم. شماره تلفنم 41807. پس من منتظر دستور.
سلام عزیز. دوشه جان. محمود آقا. بله. کی میریم کنار دریا؟ هر وقت شما بخواید. مبارکشون باشه. امروز صبح هم همگی دست جمعی رفتن کنار دریا. بازم مبارکشون باشه. خب پس حالا دیگه باید برم اساسیه ما از خونش بیارم. نه خیر، نباید اساسیه دونه از خونشون بیارین بیرون. خونه محمود آقا مالی شماست. هیچ کس هم جز شما نمیتونه زنی محمود آقا بشه. خانم پروین خانم، من نمیذارم این عروسی سر بگیره. تو دخالت نکن رجب، به تو چه مربوطی؟ همش به من مربوط است خانم. همش تقصیری من بود است که شما از آقا طلاق استدین. منم برای اینکه بتونم کفاره گناهانمو پس بدم، اگه به قیمتی جونم هم تموم بشه، نمیذارم این عروسی صورت بگیره. نمیذارم. رجب، به تو چه ارتباطی داری؟ واضح‌تر حرف بزن. خانم، میخواین منو بکشین؟ میخواین منو آزادم کنین؟ من باید امروز حقیقتی قضیه رو به شما بگم. حقیقتی قضیه هم این است که اون دسته گل رو محمود آقا به آب نداده بود و من به آب داده بودم. یعنی چی؟ کدوم دسته گل؟ الله خانوم، خلاصه همون بچه‌ای که گذاشته بودن در خونه شما مالی من بود که زنی ناقص عقل هم به اصراری ننش گذاشته بود اونجا. چرا؟ چرا؟ زودتر نگفتی؟ آخه من وقتی که از اصفهان اومدم و شما طلاق گرفته بودین تا کار از کار گذاشته بود، منم از ترس جرأت نداشتم به کسی بگم. خدایا خودت منو بکش که از این درد راحت بشم. منو بکش، راحتم کن. خیلی خوب، بس دیگه. تو تقصیری نداری. تقصیر خودمه که زود قضاوت کردم و به زور طلاقمو از محمود گرفتم. خانم پروین خانم، تا شما محمود آقا آشتی نکنین دا یه عذابی وجدان خرخره منو ول نمیکنه که ول نمیکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا که خودم کارا رو خراب کردم، مجبورم خودمم درستش کنم. نمیدونی چه آب خوبیه. پاشو، پاشو، لخ نشده. محمود آقا تو چرا لخ نمیشی؟ والا منم راستش روم نمیشه. چطور؟ من تا حالا جلو زن لخ نشده. محمود آقا اوجره نگاه. کجا؟ اوجره عجب تیکهی داره بیا. راست میگه. چطوری؟ عزیزم اشتباه نمی کنم؟ این ضعیفه پروین است؟ اینجا چیکار میکنه؟ میگم این پروین است؟ بهتره بیشتر نگاش کنی. بیبریم تو دریا. دیگه بریم تو دریا، ریشم کنده میشه، آبرون میره. نراحت شدی؟ نه اینجا دیگه زن من نیست. فقط تعجبم زنی که نمیذاش کسی مچ پاشو ببینه چجوری ها اینقدر بی حیا دریده شده است. اونم با این زیبار در رفته. شاید این پیرمرده پدرش باشه، چه مانعی داره؟ ببینم پروین پدر داره. نه بی پدرست. لابد دوست تازشه. اونم چه دوستی. من به خودم امیدوار شدم. تو دیگه حرف نزن. تو وقتی با من عروسی کردی من دو برابر سری تو رو داشتم، اما پروین رفته با پدر بزرگ شیخته رو. تو هم بخم دیگه. فکر میکنه از کجا فهمیده ما اومدیم کنار دریا؟ لابد رجب نوکرت فهمیده و بهش گفتی. من به رجبی چیزی نگفته بودم که. پروین خانم بس است دیگه. والا اگه ریشم کنده بشه محمود آقا میشناسدم وقتی که بزرگم گوشم حساب. بلم کن بریم دیگه. نترس بابا، نمیفهمی. محمود آقا ولش کن دیگه، اینقدر نگاش نکن، نازی بعدش میاد. خاله جون هر چی باشه چند وقت پیش زن من بوده، حق ندارم یه خود غیرتی بشم. بابا امشب کجا بریم برقصیم؟ بیریم هتل زهرا همینجا.
خانوم ببخشید مادمازل واد ببخشید شما رقص بلد هستید دانسا اینو چطور مگه من برم قلوه داره نمیتونید برقصید شما با دختری من ترقص لازم با کمال میل ممکن افتخار بدیم مادمازل آه بله بیابون گل نازه
از قدیم میگن مار به خونه همسایه گازه، از قدیم میگن مار به خونه همسایه گازه. واقعا دست شطون از پشت دستانی پروین خانوم، زنگی در خونه است. به نظرم محمود آقا همین الان رسیده باشد. اگه قبل از ما رسیده بود تهرون خیت شده بودیم ما. اگه خبری شد من فوراً به شما اطلاع میدم. خب، فعلا خداحافظ. قربونتون برم الهی. چه فرماش داریم؟ محمود آقا از شمال برگشته؟ هنوز خیر. شما کی هستین؟ من همونیم که محمود آقا نامزدم نازی رو برداشته و با خودش برده کنار دریا. اهه، شما نامزدی نازی خانوم هستین؟ یه وقتی بودم، حالاش هم هستین. برای این که من و پروین خانوم زنی سابقی محمود آقا مرد بذاریم این کار بشه. نازی بدون جهت منو ترک کرده و رفته. حالا هم شنیدم میخواد با این آقا عروسی کنه. اما به محمود آقا بگو آرزوی این عروسی رو به دل هر دوتاتون میذارم. حضرت آقا صبر کنین. آدم کشی چه فایده ای نداره قربون. اگه بخواییم نازی خانوم هر طور حرف مال شما شده باشید، باید سیاست داشته باشین. خلاصه من و پروین خانوم میخواییم یه کارایی بکنیم. شما اون آدرستون رو به من بدین تا به موقعش خبرتون کنن. صبح تو این شرکت کار میکنم، اصلا میرم دانشگاه. خیلی خوب، خداحافظ شما. کنین حضرت آقا. بله محمود آقا، شما این؟ اینجور میگم، فرماش. شنیدم شما زنتو طلاق دادی و میخوایی با زور با نازی عروسی کنی. اولندش من زنمو طلاق ندادم، اون منو طلاق داده است. دومندش نازی خانوم مایل شدن که ما عروسی کنم، زوری تو کار نبوده است. سومندش تو رو سننم بچه. من نامزد نازیم. نامزد نازی خانوم بودی؟ هنوزم هستم و خواهم بود و اگه تو اونو از من بگیری جونتو میگیرم، میکشمت، فهمیدی؟ تو منو میکشی؟ خیلی خوب بود. بس چی؟ خیال کردی؟ بفهم بازم بزنی؟ مشغول باشی؟ مال خودت نیست؟ خسته شدی؟ خب اگه خسته شده بذار من بزنم. جیگول بدبخت بیچاره، من رو بزنید. دورونم دور شو. یه تو محله پیدا نشده. دو بودو بسیده. چون رو نزنید
زدم. سلام آقا. خسته نباشین، خوش اومدین. کنار دریا ایشالله خوش گذشته؟ آره جون تو، خیلی خوش گذشت. مخصوصا همینجا جلو در خونه، جاد خالی بود. خب الحمدلله. رجب ببینم، تو به پروین گفته بودی من رفتم کنار دریا؟ من؟ کورشم من یه همچه حرفی زده باشم؟ اصلا میگه من خبر داشتم که شما رفتن کنار دریا. حالا میگه طوری شده ساقا؟ نه طوری نشده، فقط زود بیا حسابت بکن از این خونه برو بیرون. آخه چرا آقا؟ برای اینکه بیشتر به درد پروین خانم میخوری، نه من. بی چشم رو. آقای دکتر، فکر میکنین این چشما دیگه به درد من میخوره؟ باید امیدوار باشید. تا یه هفته دیگه باید چشمای پدر شما جراحی بشه و الا ممکنه برای همیشه همین یه ذره بینایش هم از دست بده. آقای دکتر، مخارجش چقدر میشه؟ فکر میکنم در حدود 10,000 تومان. 10,000 تومان؟ بله. به هر حال اگه به چشمای پدرتون علاقمندین باید فراهم کنیم. شیده، چرا گریه میکنی؟ نازی جون، چشمای پدرم داره برای همیشه کور میشه. چرا پیش دکتر نمیبریش؟ 10,000 تومان خرج جراحیشه، از کجا بیارم؟ قصهشو نخور، من از پدرم برات میگیرم. متشکرم نازی جون، متشکرم. مطمئن باش بهت بر میگردونم. متشکرم، خدا پدر. پول درست شد، نازی دوستم به هم میده. بلند شو بریم دکتر. چشم، میریم. چشم، نازی دوست خوبیه دختر، قدرشو بر. ما با تمامی اسوانگیریمون نمیدونم چرا ناشی شدیم و یهو از دهنمون پرید و گفتیم محمود آقا کنار دریا خوش گذشت، که محمود آقا هم عینی پلنگ تیر خورده، مثل این که همه چیز رو فهمیده باشه. دا عذری ما رو خواست و فوراً ما رو با تیپای انداخت بیرون. مخصوصاً ما رو بیرونمون کرده است که سرخر نداشته باشه و هر کاری دلش میخواد بکنه. محمود به ساز خالش میرخصه، شایدم به دستور اون تو رو بیرون کرده باشه. مهم نیست رجب، چیزی که اینجا هست اتاق امام تنهاییم. یه اتاق مال تو و زن و بچه‌ت، یکی هم مال مادر زن. خدا سیدن استرمون کم نکنید. اگه مادر زنم شبا یه اتاق دیگه بخوابه، دا خیالی منو گلیه کلی ها راحت میشه، اقلا میتونیم یه نفسی راحت بکشیم، درسته؟ آره. راستی رجب، مادر زنت کجاست؟ عرض کنم فرستاده همش دنبالی یه ماموریتی خیلی مهم و فوری. لابد ماموریت جنگی؟ نه خانم جون، اون جنگشو فقط بلد است با منی بیچاره بکنید. فرستاده همش جاسوسی، به ناز دو سه چشمه کار به نفعی شما انجام بدید. محمود آقا، خدا رحمت کنید مرحوم حیوالله خان پدرتونو، هرچی خاک اون از عمر شما باشد. شما انقض بودی، من هر روز میومدم خونه شما و لباساتونو میشستم. آخ که چه غزه شما رو پشت گردنم اینجا رو مگم ها سوارتون کردم، و شما بعضی وقتا ببخشین دا خلاف ادب از گلاب به رودون از اون کارا میکردیم. والا من به چگیام یادم نمیاد که پشت گردن شما از اون غلطه کرده باشه. چرا؟ این حرفا مال 35 سال پیش از اینه. نمیدونی مادر، نمیدونی با چه زحمتی آدرس شما رو پیدا کردم و پرسون اومدم تا اینجا. حالا چی میخوای؟ والا مادر جون، راستش میخوام این آخر عمریه با کمک شما برم زیارت امام رضا. چشم، هم امرو بلیت رفت و برگشت مشهد برادون میخرم که بری برگردی. خیر مادر، من با پول خودم بایستی برم مشهد. درسته است حالا پول ندارم، اما اگه اجازه بدین 2-3 ماه بیام خونه شما کار بکنم و با حقوق خودم برم امام رضا، اینطور ثوابش بیشتر است مادر. پس اتفاقا خیجه خانم به موقع اومده، کسی خونمون نیست، خودم تنهام. یه ساعت دیگه هم چند تا مهمون برام میاد. بیا بریم خونه. خدا بکشدم الهی محمود آقا، چی تو شما با این سن و سال هنو تنهایی؟ زن داشتم،
سر یه چیزایی با هم دعوامون شد از این طلاق استد. انشالله همین چند روزه میخوام از تنهای خودم خلاص بکنم. راه بیا بریم خونه. باشد. امیر آقا. بله. من میرم خونه، دو ساعت یه برمیگردم. خداحافظ شما. یه ماشین براتون دیدم، عین عروس میمونه، شیش سیلن. بیا پایین خیجه سرطان. اینجا مثل خونه خودت است. تا هر وقت دلت خواست اینجا میتونی بمونی. سلامت. 400 تومن حقوقم که به اون رجب نمک نشناس میدادم میدم به تو. قربونی شما، خدا ذلیلش کنه. چه آدمای نمک نشناسی پیدا میشن. برو تو رجا. بفرمایید. برو تو. بفرمایید. خیلی ممنون. بیا تو رجا خانم. بیا تو. گفتم اینجا مثل خونه خودت است. فهمیدی؟ طبقه بالاشم اون بالاست. تا مهمونا نیومدن تو یه خورده اینجا رو گرگیری بکن، من برم میوه و شیرینی بخرم برگردم بیام خونه. رو چشم. مهمونا کیان؟ عروس و پدرش و اینا میان اینجا که زندگی خونه منو ببینن. خب به سلامتی انشالله. خب من رفتم برگردم. خوش اومدی. مشرف فرمودی. دو. بله خدجو خانوم. بله گوشی خدمتتون. رجب مادر زنته. رجب ننه مثل بودو. ننه ده بارکلا به ننه. الو سلام مادر زن عزیزم، حالت چطوره؟ رجبی خودتی؟ منم خودمم. تو شده؟ کارا درست شد. منم الان منزلی محمود آقام. اولین خبر ماموریت منو یاد داشت کن. به گوشم. خب باریکلا دستت درد نکنه مادر زن عزیزم، منتظر خبری بعدیدم هستم. یه ساعت دیگه عروس خانوم با ننش میان خونه و زندگی محمود آقا رو ببینن. الو. بله نازی، برای آخرین بار بهت میگم اگه علت نفرت ناگهانی خودتو به من نگی تصمیم خودمو میگیرم. هر تصمیمی میخوای بگیری بگیر، منم تصمیم خودمو گرفتم. به زودی هم کارت دعوت عروسیمو برات میفرستم. اما من کارت مجلس ترحیم شوهر تازتو برات میفرستم. تو خیال میکنی میتونی با اون محمود آقای گاراژدار عروسی کنی؟ من داغ این عروسی رو به جیگر تو اون شوهر تازت میذارم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. بهتره عوض مزاحمت من بری تو اون بارای شبونه و با زنای اونجا خوش باشی. منم با محمود آقا ازدواج میکنم. خب وظیفه من چیه؟ شما صبح ماشینو میدین گل بزنم. گل فروش خوب سراغ داری محمود آقا؟ بله گل فروش فرح با ماشناس. خیلی خوب، یک بعد از ظهر خودت میای نازی رو میبریش آرایشگاه که برای چهار بعد از ظهر حاضر بشه. به عقیده من آرایشگاه راشل از همه جا بهتره، چون من تمام زنامو میبردم اونجا آرایش میدادم. بهتره کی مرد باشه ببرش آرایشگاه راشل. نازی خانم بخواست خونم و زندگی منو ببینیم. بفهم بریم بفهم تماشا کنیم. بله اگه ممکنه. اول اون طبقه بالا. بفهم بفهم. نمره تلفن کجا گذاشتم؟ آه تو لیفس. چنده زفلش؟ بله بفرمایین. گوشی رجب مادر زنته. الو به گوشم بفرمایین. رجبی خودتی؟ آره خودمم. رجبی هم نیستم و مش رجبم. منم خودمم. گزارش دویومو بنویس. پس فردا یکی بعد ظهر عروسو میبرن آرایشگاه راشل. آرایشگاه چی شل؟ راشل. میبرن آرایشگاه راشل. آره خیلی خوب فهمیدم آرایشگاه راشل. خب ما گل فروشیش کجاست؟ گل فروشی فره؟ الهی قربونی تو مادر زن برم. الهی تصدقت بشم خارس جونم عزیزم. عروس هم برند آرایشگاه راشل که سرشو درست کنن، ماشین هم برند گل فروشی فرح. خیلی خوب، هر دوشو میدونم کجاست. بلنشو برو سراغ فرهاد. بلنشو. آیده تشم، من رفتم دنبال فرمون.
سلام قربان. یه سبد گل میخوام، ماشین میخوام برای سه بعد از ظهر حاضرش بکنی گلش بزنی. برای ساعت 4 ماشین آماده است، بفرمایید ببرید. دیره است، من ساعت 3 باید برم عروس از آرشگاه برم سر مجلس. باشه ساعت 3 حاضر. خیلی ممنون قربون. خیالتون راحت باشه. آقای فرهاد خان، من مخصوصا آدرس نزدون گرفتم برای همچین روزی که بتونم خدمت بکنم. از اینکه شما میخواین کمکم کنین، نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر. با زبونی فارسی. تشکر لازم نیست. شما میخواین نظر نامزدتون زن محمود بشه، منم میخوام نظرم محمود شوهر نامزد شما بشه. منم میخوام عروسی امشب از بیخ و بن بریزمش به هم دیگه. خانم ببخشید، حواسم پرته. ساعت چنده؟ 3:05. 3:05 وای دیرم شد. من رفتم برای گل فروشی. منم با شما میام. نه شما بشینین اینجا منتظر خبری من باشین. پروین خانم بهتون میگن چی کار کنین. من رفتم و برگردم. باشه منتظر میشم. سلام آقا. سلام. محمود آقا گفتن ماشینه که تمومست ببرمش. ماشین خیلی وقت حاضره، اما شما کی هستی؟ منو نمیشناسی؟ نه. خب حقم دارین. بفرمایین تلفنی خودی محمود آقاست. بهشون تلفن اونجا. بفرمایین من کیم اونجا. برین اونجا. آقا خیره ببینم. شما این تلفن رو زحمت بکشین بزنین. محمود آقا خودتون هستین؟ یه نفر اومده ماشینه ببره، بدم بیاره؟ مهم نیست، خودم فرستادمش. براتون پولم فرستادم. دیدین دروغ عرض نکردم؟ باشه، میتونین ماشینه ببرین. چقدر بدم خدمتتون؟ 250 تومان. بفرمایید، اینم 250 تومان. خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ. سعی شما کم نشه. آقا به سلامت. خوش اومدین. شما حاضرین خانم؟ متشکرم. سلام خانم. عروس خانم حاضرن؟ بله جمع میکنم اونجا. رجب من حاضرم. سلام. پس محمود آقا کجاست؟ محمود آقا رفتن آقا را از محضر بیارن. قرار شد است من شما رو با ماشین ببرم. ماشینم حاضر است. نمیدونی چه ماشینی شده است؟ اون پایین حاضره. بیا نگاه کنیم این چه ماشینی قشنگی شده. نگاه کن. دیدین خانم؟ آره. آه. خیلی قشنگ شده. ببخشید حساب عروس خانم چقدر میشه؟ 450 تومن بدین اونجا. خیلی زیاد شده. رجب بله. طوری که محمود آقا میگه فوزتو خواسته. به میگه محمود آقا بدون وجودی من میتونه زندگی کنه. امروز صبح فرستاده است دنبالی من با التماس، یه چشمش عشق، یه چشمش خون، با گریه و زاری ورده است سر کار. بفرمایید شما برید. خدا حفظ خانم. به سلامت. بفرمایید خانم. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. سلام عروس خانم، مبارک باشی. اوا پروین خانم شمایی؟ بله عروس خانم منم. میخوام تو عروسی شما شرکت کنم. راستشو بگین چه منظوری داری؟ منو داری کجا میبری؟ والا میخواییم شما رو ببریم خونه دومات. پس چرا داماد خودش نیومده منو ببره؟ دومات پشت رول نشسته. عینک و بردار، عروس خانم شما رو ببین. سلام علیکم، بنده در خدمتم. حق بازای بدجنس، میفهمی چی کار داری میکنی؟ حق باز تویی که میخوای زن شوهر من بشی و شوهرم رو از من بگیری. شوهر تو رو؟ تو که دیگه زن محمود آقا نیستی. کور خوندی؟ اگه من زنش نیستم نمیذارم تو هم بی خودی زنش بشی. تو باید زن من بشی، پروین خانمم زن محمود آقا. نه من زن تو میشم، نه محمود آقا شوهر تو. نه بابا، الان جیغ میزنم آبروتونو میبرم. فکر میکنی؟ منم داری کجا میبری؟ سلام خانم. سلام علیکم. اگه عروس خانم حاضره من برم ماشین رو از گل فروشی بردم بیام عروس رو ببرمشو. عروس خانمو که نیم ساعت پیش بردم. چی بردست؟ یه آقای اومد با عروس خانم آشنا بود، سوار ماشین شدن رفتن. چه ماشینی؟ ماشین پر از گل. با ماشین پر گل زن منو بردن؟ بهنه بود من خودم بیام عروس خانم ببرمش. این چی بوده با ماشین بوده گل؟ اجازه رو این تلفن بزنم؟ بفرمایی. خیلی مسخره است. بله آقا نیم ساعت پیش یه آقایی اومد 250 تومن داد ماشین برد. خودتون تلفن زده بودید. آخه ماشین رو به کی دادید برد؟ شما عروس رو به کی دادید برد؟ آقا جان چقدر دیگر باید صبر کنم؟ پس عروس و داماد کجا هستن؟ چه میدونم جانم؟ محمود آقا اومد. پس عروس کو؟ من از شما میخوام بپرسم عروس کو؟ یه صفحه شکی رفته، هم ماشین از گل فروشی گرفته است برده است، هم عروس از آرایشگاه. یعنی چی؟ یعنی اون کی بوده؟ چه میدونم؟ من میخوام از شما بپرسم اون کی بوده است. هنوز عروسی نکرده، عروس خانمو تو هوا زدن بردن. ای وای، حالا چی میشه؟ آقا جون
پس تکلیف بنده چه می شود؟ تکلیف خود بنده چه می شود؟ تکلیف شما اینه که تلفن رو ورداری به محمود آقا بگی من زنی تو نمی شود. زنی رجب می شود. خلط بکن. ببخشید زن اون آقا می شود. بله مادر جون بگو من زنی محمود آقا نیم شم. میگی این جوون چشست؟ کاش من جای تو بودم. ببین چه پسر نازنینیه. به کوریه چشم همتون من باید زن محمود آقا بشم. فهمیدین زنش میشم. میام تمام لباسای عروسی تو تیکه تیکه میکنم. خودت خفه ایچ بیری. اومدش برو در واسه باشه. بگیرش داره فرار میکنی. کجا میری؟ با هزار زحمت دوزی گرمه فرار میکنی؟ بیا جلو عروس خانوم. فرمی خانوم اجازه میدن دارم تناب بیارم دست و پا عروس خانومو ببندن فرار نکنه. برم کن چیست کنم خیلی برم کن احمق بیشون برم کن بیارش نکن حالا میبینی چیارش میکنم بسه محمود آقا بیاد احمق. سلام. از اینکه یه کمی دیر اومدم باید ببخشین. خیلی معذرم. شیده تو اینجا چیکار میکنی؟ فرهاد به من تلفن زد بیام اینجا. شیده جو کمکم کن نجاتم بده. منم اومدم نجاتت بدم همونطور که تو کمکم کردی. منم میخوام کمکت کنم. اومدم حقیقتو بهت بگم. نازی من به تو بد کردم. فرهاد بیچاره هیچ گناهی نداره. من بودم که عقل خودمو گم کرده بودم. حالا همه چیز گم شده بود جز عروس. محمود آقا اینقدر ناراحت نشو. بالاخره پیداش میشه. کی پیداش میشه؟ دمی صبح؟ بله مهم نیست. دختر من عادت داشت بعضی شبا دم صبح میومد خونه. اما نه امشب. از امشب دیگه دختره اختیارش با منه. پاش از خونه بذار بیرون قلمه پاشا خورد میکنم. بالاخره میاد. شما اینقدر ناراحت نباش. برو تو پدر. دست دیگه واسه چه اینقدر میزنی؟ خفه شدی. حالا که حقیقت رو فهمیدی هر جور دلت خواست میتونی تصمیم بگیری. نمیدونم چه خاکی تو سرم بیرسم. الو هیچی نشده زن منو بر کی؟ الو نازی جو تویی؟ نازی تو کجایی؟ تو که من نصف العمر کردی؟ نوازنده مشغول باشه برخصی عروس پیدا شد. تو کجایی؟ محمود من اشتباهی اومدم خونه تو. بیا منو با خودت ببر. عروس خانم اشتباهی رفت خونه این من. خیلی خوب همونجا جم نخورم. من الان میام میارمه تا 5 دقیقه دیگه میرسم. مشغول باشی بذاری برستی بخوری هر غلطی بخوری بکنی بکنی. من الان برم عروس رو میارمش. من رفتم بخوری پرم جنم دختری با عجلی داشته خودش رفته خونه دوباد. ماشین عروسی خدا رو شکر. خدیجه سلطان. بله. عروس خانم کجاست؟ اون بالا. بله. موازه پایین باش. تو اینجا چه کار میکنی؟ اینجا خونه منه. خونه منه؟ راست میگه. خونه پروین خانومه. تو هم مال اون. اینم مال منه. آخه چی شده؟ چرا؟ برای اینکه دستگل من به آب داده بودم آقا. اینم خوری دستگل است. اینم کوزه گل است که گل توش عمل اومده است. چاکرم باقبونش هم که این گلو کاشتم. میدونی نه زنی ما وقتی ما رفته بودیم اصفهان این بچه میارد میذاره در خونه شما. پروین خانم خیال میکنه بچه مالی شماست و این مکافات رو درست کرده.
حالا فهمیدی ما از این ارزا نداشتیم؟ و این دست گلم نوه عزیز من است، بدش به من، خوشنش برم شالله. تو بیا چی میگوی؟ آخه اینم مادر زنی من است، بیشتری کلک ها، خبرگزاری ها، اطلاعات دیری سری همین ضعیفه بیمعنی بود جونی شما. بله والا جونی شما. ای خدای من برزات همه تو لحظه مخصوصا تو برونه درنگولی جینه بوده بیه بقیل آمون.